با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. نخستین روز عید است و من هم به نوبه خود عید را تبریک گفته امیدوارم سراسر روز را شادمان بوده باشد. در آغاز سرخط چند خبر. خوشبینی رئیس جمهور غنی از نهایی شدن توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار. هیچ مانعی را در مقابل صلح که بدون دلیل باشه ما قبول کرده نمی‌کنیم. تأکید تا محمد نور بر مدیریت درست نیروهای امنیتی در سرکوب هراس افغانان. اصلاحات نیاز است. اینها مصروف دزدیدن قراردادها، مصروف دزدیدن تیل و مواد لوجستیکی هست. واکنش های مقامات حکومت در برابر جان باختن ضرورت زاهد فرمانده پلیس ننگرهار. استقبال سرمایه گذاران افغانستان از افزایش ظرفیت تأسیسات افغانستان در بندر چابهار ایران. و مراسم جشن عید قربان در سراسر جهان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گفتگوها با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته است. رئیس جمهور غنی پس از ادای نماز عید میگوید که در آینده نزدیک موافقتنامه صلح با حزب اسلامی نهایی خواهد شد. آقای غنی تاکید می‌ورزد که صلح باید جدی گرفته شود و هیچ مانعی در برابر این دبند وجود ندارد. در این حال عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی از توافق صلح حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پشتیبانی می‌کند. رئیس جمهور پس از نماز عید پیام سال با خودش آورده است. پیامی که از نهایی شدن موافقتنامه سال در آینده نزدیک با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پرده بر می دارد. پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته و در ای باره انشالله امید است که به زودی ممکنه موافقه نهایی شود و ما شاهد یک گام بزرگ در ایجاد فضای صلح و ختم جنگ باشیم. هدفمند بودن در روند سال یکی از اصل‌های است که رئیس جمهور بر آن تاکید می‌ورزد. هیچ مانعی را در مقابل صلح که بدون دلیل باشه ما قبول کرده نمی‌دهیم. رسیدن به یک توافق سال با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از سوی جمعیت اسلامی نیز پشتیبانی می شود. موقف جمعیت اسلامی است که از این توافق نامه حکومت و حزب اسلامی حمایت میکنند. اما واقعا سال با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می تواند که بخش از چالش های افغانستان را از پیش بردارد؟ در افغانستان بخصوص در 40 سال اخیر هیچ وقت صلح وجود نداشته، همیشه معامله وجود داشته و هیچ وقت معامله در افغانستان به جنگ پایان نداده. رئیس جمهور غنی از کسانی که از مردم قربانی میگیرند میخواهد که از این کار دست بکشند و این کار آنان را برخلاف آموزه های اسلام میداند. در این حال سرپرست ولایت بلخ پس از ادای نماز عید بر مدیریت خوب نیروهای دولتی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اگر نیروهای دولتی به گونه درست مدیریت شوند هراس افغانان توان رویارویی با این نیروها را ندارند و برخی از مقام‌های نهادهای امنیتی را به دست داشتن به فساد داری متهم می‌سازد. حتی محمد نور می‌گوید کسانی را که در انتقال افراد انتحاری با جنگ ابزارها به کشور دست دارند می‌شناسد و می‌کوشد که در این باره سندهای معتبر گرد آوری کند. از بهر ادای نماز عید قربان در مسجد جامعه روضه در زیارتگاه حضرت علی گرد آمدند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در این مراسم بر مدیریت خوب نیروهای نظامی کشور تاکید می‌ورزد. اما هستند کسانی که اصلاحات نیاز است. اینها مصروف دزدیدن قراردادها، مصروف دزدیدن تیل و مواد لوجستیکی هست و میرن در خطای کلان یگان بحث تسلیکی میگیرند.
آقای نور با اشاره به دو حمله انتحاری در ولایت بلخ در سال روان میگوید کسانی را که در انتقال و جابجایی افراد انتحاری و جنگ‌افزارها دست دارند میشناسد. کسانی که با متلای شیشه‌سیا از نامی که توسط پلیس به او عزت نشد انتحاری انتقال میدن، مواد انفجاری انتقال میدن، کل زیری دیدی ماست و یک روز در برابر اینا ما اقدام برخاسا خواهد کردیم. باشندگان ولایت بلخ میگویند امیدوار هستند که صلح و ثبات همیشگی در سراسر کشور برقرار شود. خداوند یک صلح و آرامی را پیش بیاره در این وطن به حساب بس از جنگ و برادرکشی. امیدوار هستیم که بعد از این به برکت دعای مردم در سر تا سر افغانستان هم صلح بیاید و مردم در امنیت زندگی بکنند. با آنکه مراسم نماز عید در مزار شریف در فضای امن برگزار شد، اما در ولایت سرپل یک حمله کننده انتحاری میخواست در برابر والی این ولایت حمله انتحاری انجام دهد که از سوی نیروهای دولتی شناسایی و کشته شد. کشته شدن زرور زاهد فرمانده پلیس ننگرهار یک ضایع بزرگ برای نیروهای امنیتی کشور گفته می شود. رئیس جمهور غنی آقای زاهد را یکی از فرماندهان قهرمان می داند و افراد همچون وی را کسانی می داند که دسیسه های دشمن را دفع می کنند. در این حال وزیر امور داخله کشته شدن آقای زاهد را ضایع بزرگ به نظامیان کشور می داند و نیز شمار از فرماندهان دیگر پلیس تاکید می ورزند که راه آقای زاهد را دنبال خواهند کرد. زرور زاهد یکی از جنرالان کارکشته وزارت امور داخله در سالهای پسین به حیث آمر امنیت فرماندهی پلیس میدان وردک فرمانده پلیس ولایتهای پکتیا، غزنی و ننگرهار کار کرده است. او از چند ماه بدین سو به حیث فرمانده پلیس ننگرهار کار میکرد. آقای زاهد در درگیری نیروهای مرزی کشور با نیروهای پاکستانی در شهرک مرزی تولخم دستاوردهای خوبی در کارنامه اش داشته است. ترس دا رقم بریالی او سرباز افسران جنرالان ساتنمنان او پول و لس لرو انشالله و تالا دی دخمن شوم توته با همیشه دفکیگی. این فرمانده پلیس در ماهای پسین عملیات خوبی را در برابر دایشیان و طالبان در چند ولسوالی ننگرهار با ویژه در حصارک رهبری میکرد و سرانجام قربانی یک ماین کارگزاری شده در کنار جاده شد. یکی از قهرمانترین قمندانای بود، یک ضایع بسیار جبران ناپذیر است. زرور زاهد به حیث یکی از چهره های سرسخت ضد طالبان و دیگر گروه های حراس افغان دستاورد های خوبی داشت. پاکستانی ها بفهمه که به مانند زرور زاهد بسیار قهرمان دیگر هم هست. آقای زاهد در روستای ترخیل ولسوالی دی سبز کابل به دنیا آمده بود و از او 5 اولاد به جا مانده است. قرار است جسد وی به روز سه شنبه در یک مراسم ویژه به خاک سپرده شود. در یک درگیری یک ساعته میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در شهر کندهار یک غیر نظامی جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند. این درگیری پیش از چاشت امروز پس از آن رخ داد که دو مهاجم مجهز با جنگ‌افزارها داخل ساختمان شفاخانه میرویس در کندهار شدند و نبرد را با نیروهای امنیتی آغاز کردند. پلیس کندهار میگوید که پس از یک ساعت نبرد هر دو مهاجم از سوی نیروهای امنیتی نابود شدند. نور تلپات بالکل نرده در اکثر سایبانو دخواه سخه او نده ملکی خلو بسخه تلپات نلرو امنیتی زباکونم تلپات نلری یو ساعتی دوام وکی تقریبا پای و ساعتی ختم سو خوشبختی زایی پداغه و چیز مرز تلپات نلرو او داد مرز تشید دونه وقت مونیوی اغای ویلاتی هم داغه و چی تلت امنیتی زباکونو داغه در ملکی وگولو در اکثر سایبان او مریضان او پایوازان چیز مرز داغه تلپات. وزیر امور داخله به نیروهای امنیتی دستور میدهد که دشمنان کشور را سرکوب کنند. تاج محمد جاهد در هنگام بازدید از سربازان زخمی شده پلیس در شفاخانه 300 بستر میگوید که نیروهای امنیتی به حراس افغانان اجازه نخواهد تا امنیت مردم را برهم بزنند. در این حال شمار از سربازان زخمی در شفاخانه 300 بستر میگویند که پس از صحت یاب شدن دوباره به میدانهای نبرد برخواهند گشت. وزیر امور داخله میگوید که دستور رهبری حکومت به نظامیان کشور این است تا مخالفان مسلح را از بین ببرند و امنیت را در سراسر کشور تامین کنند. دستور ما دفاع از وطن ماست، دستور ما تامین امنیت ساحه و منطقه وطن ماست، دستور ما به همه نیروهای ما
دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی و دستور ما است که دشمنان مردم افغانستان را سرکوب کنند، نگذارن که مردم افغانستان را به خاک بکشانند. این سربازان که در میدان‌های جنگ زخمی شدند میگویند که آماده هستند تا دوباره به وظیفه‌هایشان برگردند. افتخار میکنیم برای وطن خود، پس دوباره جور شدیم، پس اونم سرباز هستیم، پس دیگه میشیم. اما شمار از این زخمیان از کم توجهی به خودشان انتقاد میکنند. خودم اینه تو که تکاو پرچه پرچه این یافتی دگیستیم اینه مشکل رفع نمیکنن. هنوز یک قدیفی دیگر رو میپیچونن که والا وزیر صاحب میان نبینه. تجهیز نبودن پلیس و نیز درگیر بودن آنان در جنگ با مخالفان مسلح سبب افزایش تلفات این نیروها در سالهای پسین شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر از خانواده ها میخواهد که در کار جلوگیری از اعتیاد جوانان با دولت همکاری کنند. شمار از استفاده کنندگان مواد مخدر در شهرهای بزرگ کشور به ویژه کابل رو به افزایش است و تا بخشهای مرکزی کابل نیز روزانه گواه حضور دهها معتاد هستند که آزادانه از مواد مخدر کار میگیرند. از کودکی به استفاده از مواد مخدر رو آورد و بیش از 8 سال را در دنیای معتادان مواد مخدر زیست. اکنون هم یک ماست که به مرکز امید در اردوگاه پیشین فنکس که افزون بر درمان و معتادان آموزش های رفعی هم میدهد پناه آورده است. شاید سالها به سر بردن در دنیای از کثافات، حبیب الله 19 ساله را واداشته است که چونین در پاک نگه داشتن اطرافش دقت کند. قیندی والای نامرد گشتیم، شیتیم، خیستیم، در سیگریتی، اول سیگریت زدیم، با چرز زدیم، با در چرز دیگه در این عمل آغشته شدیم. اینجا هر کس گذشته ای داشته است، دوره هایی که خودشان هم باور دارند، دیگر به آنها بر نخواهند گشت. یک سای منصبی بودم که در امرای بی ام پی خود به طرف دشمن شیر واره می دویدم، یک وقتی شد که مرا بچه ها قطع سنگ در کوچه زدن. در چنین اوضاع وزارت مبارزه با مواد مخدر بر نیاز همکاری همگان در کار جلوگیری از افزایش معتادان در کشور تاکید می‌ورزد. برای تطبیق قوانین نافذه کشور برای همه چیز باید همکاری داشته باشیم تا کارهای خوبی را برای اشتغال زایی سالم به خاطر نگفتن برای پدیده‌شون باید انجام بدیم. افغانستان سال هاست که در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر جا دارد و بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر را از این کشور و بخشای دیگر منطقه و جهان انتقال می دهند. نیروهای دولتی به دور از خانواده هایشان در خطای جنگ می گویند که تامین امنیت مردم بزرگترین خوشی و عیدشان است. این نیروها اطمینان می دهند که برای تامین امنیت کشور سینه هایشان را در برابر تهدیدها سپر می سازند. تحرک این نیروها برای آرامش دیگران بسیار ارزشمند است. نه عید دارند و نه هم دید و بازدید از دوستان. تنها مأموریتشان دفاع از کشور است. ما پلانهای تصفیه و تلاشی، پلانهای گزمه، چک‌پوینت نگهبان داخل شهر و اطراف شهر پلان کردیم. این نیروها مأمور تامین امنیت کندوز هستند. با مردم کندوز خود وعده میتونم که در روزه یه تیز کنم مشکلی کنم گپی نمی باشه. دو دو خدمت دو پاره بم غالو چه خواه اختر کیر اختر خواه منجی. باشندگان کندوز اکنون اندک در فضای بهتر شبها و روزهای عید را می گذرانند. توقعی مردم کندوز، شهروندان کندوز از نیروهای امنیتی این است که امنیت را و گونه درست خود در روزهای عید تامین کنند. شهر کندوز سال گذشته پس از عید قربان برای 3 روز به اداره طالبان درآمد و حتی این رویداد افغانستان را تکان داد. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. مسلمانان در سراسر جهان روز اول عید قربان را جشن گرفتند. عید قربان امسال در حال برگزار می شود که برخی از کشورهای اسلامی از جمله سوریه و عراق گواه افزایش خشونت ها هستند. با این همه مسلمانان جهان می گویند که می خواهند در تمامی کشورهای جنگ زده صلح بیاید. بیش از 1.5 میلیون مسلمان که برای حج به عربستان سعودی رفتند، مراسم های روز نخست عید قربان را برگزار کردند. یکی از این مراسم ها رمی جمرات یا زدن شیطان هاست. این زائران می گویند که با این کار می خواهند سنت های اسلامی را زنده نگاه دارند.
در اینجا شما مهربانی خدا را درک می کنید. ما آمده ایم تا از خدا بخشش بخواهیم. در همین حال مسلمانان در بخش‌های دیگر جهان نیز عید قربان را جشن گرفتند. شهروندان عراق با آنکه کشورشان درگیر جنگ است، اما تلاش دارند تا روزهای عیدشان به خوبی سپری شوند. کل عام و العراق برای عراقیان و تمامی مسلمانان آرزوی خوشی و خوبی دارم. امیدوارم که در همه جا سال و امنیت بیاید. در همین حال رئیس جمهور ترکیه میگوید که این کشور کمک‌های انسان دوستانه را به مناسبت عید به شهروندان سوریه خواهد فرستاد. امشب پس از غروب کمک‌های انسانی مانند خوراک، پوشاک و وسایل بازی کودکان از سوی سازمان ملل متحد و یا اداره هلال احمر ترکیه به شهروندان سوریه به ویژه برای باشندگان حلب رسانیده خواهند شد. مسلمانان در کشورهای اسلامی و نیز در برخی دیگر از کشورهای جهان عید قربان را جشن گرفتند. آنان میگویند که در هر شرایطی باید عید را جشن گرفت و برای آمدن صلح و آرامی در جهان باید دعا کرد. با اکنون نگاه زودگذاری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از بحر بیماری سینه بغل و عفونت ششها زیر درمان قرار گرفت. یک گرد همایی انتخاباتی بانو کلینتون در کالیفرنیا نیز به همین علت ملغا شد. کوریای جنوبی هشدار می‌دهد که کوریای شمالی می‌تواند هر لحظه برای یک آزمایش هسته‌ای دیگر آماده شود. این در حالی است که کوریای شمالی روز جمعه هفته گذشته پنجمین و نیرومندترین بم هسته‌ای‌اش را آزمایش کرد که با انتقادهای جهانی روبرو شد. چین و روسیه تمرین‌های مشترک نظامی را در دریای چین جنوبی آغاز کردند. این نخستین بار است که روسیه و چین تمرین‌های نظامی مشترک را در دریای چین جنوبی که مورد مناقشه چین و شماری از کشورهای دیگر است برگزار می‌کنند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. ظرفیت بندر چابهار با ساخت تأسیسات به 85 میلیون تن خواهد رسید. رئیس منطقه آزاد بندر چابهار میگوید که روند ساخت تأسیسات در بندر چابهار جریان دارد و در حال حاضر 130 شرکت افغان در بندر چابهار سرمایه گذاری کردند و میافزاید که به کارگری از بندر چابهار برای گسترش رابط بازرگانی افغانستان ایران به هند کمک میکند. رئیس منطقه آزاد بندر چابهار میگوید که ایران میکوشد سرمایه‌گذاری های بیشتر را در بندر چابهار جذب کند و در حال حاضر روند ساخت تأسیسات نیز در این بندر گسترش یافته است و همچنان میافزاید که در حال حاضر کشتی ها با ظرفیت 100 تن کالاها را در این بندر انتقال میدهند. ظرفیت بندر چابهار برنامه‌ریزی اون برای 85 میلیون تن صورت گرفته که تا پایان امسال فاز 1 و 2 اون با 22 پست اسکله و ظرفیت 8.5 میلیون تن قابل بهره برداری هست. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که بازرگانان تا کنون میلیون ها دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کردند و باید ایران سهولت های لازم را برای این بازرگانان فراهم سازد. روزانه تجاران افغانستان و سرمایه‌گذاران افغانستان در اوج درخواستی میته و پروسه شنجران داره که این یک تعداد زیادی تجاران در اوج برای فعلا آماده ای هستن که اوج برای خود زمین بخره و تاسیسات تجاری خود اوج احداث کنه. این در حال است که تا دو ماه دیگر نشست وزرای افغانستان، ایران و هند برای بکارگیری هر چه زودتر بندر چابهار در ایران برگزار خواهد شد. وزارت زراعت و آبیاری 10,000 تن تخم های اصلاح شده را امسال در کمپاین خزانی به کشاورزان توزیع می کند. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری می گویند که در کنار تخم های اصلاح شده کود کیمیایی نیز به کشاورزان توزیع می شود تا کشاورزان بتوانند حاصلات خوب داشته باشند. در این حال کشاورزان در کشور می گویند که 10,000 تن تخم های اصلاح شده برای کشاورزان بسنده نیست و حکومت باید برای حل این مشکل اقدامات جدی را در نظر گیرد.
وزارت زراعت و آبیاری میگوید که به علت نداشتن امکانات مالی نمیتواند نیازمندی تمامی کشاورزان را با تخمهای اصلاح شده و کود کیمیایی برطرف سازد. به این صورت 10000 متریک تن کفایت نمیکنه. نیاز بسیار زیاد داریم برای اینکه بتانیم حمایت بکنیم دهقان، ولی در حال حاضر امکانات وزارت زراعت در همین محدوده است. در این حال شماره از آگاهان بخش کشاورزی میگویند که کمبود تخمهای اصلاح شده و کود کیمیایی سبب کاهش فرآورده های کشاورزی در کشور خواهد شد. تخمهای اصلاح شده نه تنها که مقدار تولیدی، مقدار سطح تولیدیشان بلند می باشد، بلکه اینها فواید زیاد دیگر، مثلا قدرت جرمنشانشان فوقلاده بلند است. این در حال است که شماره از آگاهان بخش کشاورزی میگویند که حکومت باید برای رشد کشاورزی و افزایش فرآورده های کشاورزی در کشور تخم های اصلاح شده و کود کیمیایی را در اختیار کشاورزان قرار بدهد. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم‌های ملی والیبال هندبال ساحلی کشور برای شرکت در بازی‌های المپیک ساحلی آسیا آمادگی به سر می‌برد. این بازی‌ها تا 10 روز دیگر در ویتنام برگزار خواهند شد. ملی پوشان والیبال و هند والیبال ساحلی کشور از 2 ماه بعد این سو تمرینات فشرده را در ورزشگاه ساحلی فدراسیون فوتبال کشور آغاز کردند. کمتر از 10 روز به آغاز بازی‌های المپیک ساحلی آسیا باقی مانده است و تیم‌های ملی والیبال و هندبال ساحلی کشور در آمادگی به سر می‌برند. ملی پوشان والیبال کشور از 2 ماه بعد این سو تمرینات فشرده را در ورزشگاه ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز کردند. امیدوار هستیم که در مسابقه هم نتیجه خوبی را بگیرند، اما مسابقات قدرتمند هستیم در این مسابقه. این ورزشکاران میگویند که بازی‌های المپیک ساحلی در سطح بسیار بلندی برگزار می‌شود و پیروزی در این رقابت‌ها کار ساده نیست. اما ورزشکاران کشور این بار برای پیروزی پا به این بازی‌ها خواهد گذاشت. مسابقات سطح بسیار بالاست، چون تمام آسیا اشتراک می‌کند. آسیا با امکاناتی که دارند بسیار قوی از زیاد وقت میشه که یا تمرینات خود جریان دارند. این هم ملی پوشان فدراسیون هندبال کشور هستند که برای شرکت در بازی‌های المپیک ساحلی آسیا در این ورزشگاه ساحلی معیاری تمرین می‌کنند. ما و همچنان المپیک اون چیزی را که در دسترس داریم اونمو را به حساب به اختیار ما مانده. بازی‌های المپیک ساحلی آسیا با حضور ورزشکاران 45 کشور در ویتنام برگزار خواهند شد و در این پیکارها با نمایندگی از افغانستان ورزشکاران 8 رشته ورزشی ساحلی حضور خواهند داشت. و واورینکا فاتح رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا شد. استانیسلاس واورینکا سوئیسی در فجامین دیدار رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا 3-1 بر نوواک جوکوویچ سربستانی مرد شماره 1 تنیس جهان غلبه کرد و بر 3-1 قهرمانی استاد. او پس از شکست 7-6 در میدان نخست 3 میدان بعدی را با نتایج 6-4، 7-5 و 6-3 به سود خود پایان داد و به نخستین قهرمانی خود در تنیس آزاد آمریکا پاس سپرد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها با 456 زنگ بزنید و شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.